چطور میتونم با حرکات یوگا گردن درد و شونه دردم رو در دوران قرنطینه کمتر کنم؟ در این دوران به شدت عصبی شدم. آیا یوگا میتونه کمک کنه که روانم آروم تر بشه؟ اینا دو نمونه از سوالایی که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC @BBC شما فرستادید تا جوابشو مستقیم از متخصص برنامه بگیرید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز از قرنطینه سوالهای شما در مورد یوگا رو از خانم ندا رشیدی میپرسم. خانم رشیدی مدرس یوگا هستن، 12 سال در لندن یوگا تدریس میکنن و 6 سال در مرکز یوگای شیوانندا فعالیت کردن. خوش اومدید به برنامه. خیلی ممنون. با سلام. اصل پرسیده از وقتی در قرنطینه هستم و از قرنطینه کار میکنم، چون ارتفاع میز ناهارخوری برای کار با لپتاپ استاندارد نیست، شونه درد و گردن درد گرفتم. چه حرکاتی در یوگا میتونه کمک کنه؟ بله، یکی از رایج‌ترین مشکلاتی که تو این دوران برای همه خیلی پیش اومده. طبیعتاً اولین چیزی که پیشنهاد میکنم اینه که زمان نشستن، به درست نشستن خیلی دقت بکنیم که فشار زیاد روی شونه و گردن نباشه. درست نشستن اینه که همیشه وقتی که میشینیم مطمئن بشیم که قفسه سینه کاملا باز هست، شونه ها عقب هست بدون فشار و گردنتون آروم بدون هیچ فشار اضافه بهش وارد بکنین در راستای بدنتون قرار داشته باشه. و چند تا حرکت هست که میتونه این استرس و فشار رو کم بکنه. انگشتاتون در هم قفل کنید، دستتون پشت سرتون قرار بدید، آرنجاتون رو به طرف خارج باز میکنین و قفسه سینه‌تون کاملا باز میشه. شونه ها رو از پشت به هم نزدیک میکنین و یک فشار متقابل از طرف دست به سر و از سر به طرف دستتون ایجاد میکنین. این رو نگه دارین به همراه نفس عمیق. برای 2 تا 3 نفس عمیق این رو نگه میدارین این حالت رو و بعد رها میکنیم. حرکت بعدی که فکر میکنم خیلی کمک بکنه اینه که دستتون رو در راستای بدنتون خارج میکنین به این شکل و دستتون رو به طرف کنار سرتون قرار میدین و خم میکنین به طرف مقابله دست کشیده و این حرکت رو دوباره با چند نفس عمیق نگه میدارین و کشیده رو در کنار گردن احساس. حرکتی دیگه هست که انگشتاتون رو دوباره داخل میکنید به پشت دستتون و کشش میدین دستتون به شکل سخت سینه‌تون هستش و آروم به طرف راست میکشین به طرف بالا و به طرف راست و گردنتون رو به طرف مقابل هم میکنید و به همین شکل طرف دیگه. طبیعتاً سعی کنید این حرکات رو بیشتر نگه داریم. نفس عمیق وقتی که خودتون انجام میدین 4 تا 5 تا نفس عمیق. وقتی آدم حرکت رو انجام میده تازه میفهمه چقدر درد داره شونه و گردنش. درست واقعا. نجمه سوال کرده اونقدر تو این هفته ها نشستم که رگ واریس پام به شدت متورم شده. چه حرکاتی توی یوگا به این کمک میکنه؟ اگر مشکل واریس دارین من حتما توصیه میکنم که به پزشکتون مراجعه بکنین، ولی یه حرکتی هست که فکر میکنم خیلی کمک میکنه به مشکل واریس و اونم هست که میتونین 2 تا 3 بار در روز انجامش بدین. دراز میکشین به پشتتون و گردن و شونه ریلکس کاملا آروم و دستاتون رو به طرف سقف و پاهاتون زانوخم به طرف سقف میدارید. این حرکت رو بین 2 تا 5 دقیقه انجام میدین، چشماتون رو میبندید و نفس عمیق یوگایی یا شکمی رو انجام میدین. خانم رشیدی گفتین 2 تا 5 دقیقه. برای کسایی مثل من که کمی کم صبرن و ریتم یوگا به نظرشون کند میاد توصیه‌تون چیه؟ واقعا یوگا با کم حوصلگی جور در نمیاد. تو یوگا باید حوصله داشته باشید. خیلی ممنون. سوال دنیا رو بشنویم. مزیت یوگا نسبت به بقیه ورزش‌ها چیه؟ یوگا در واقع چیزی که ایجاد میکنه و داره یک تعادل و هماهنگی بین ذهن و جسمه، چیزی که شاید ورزش‌های دیگه به اون شکل بهش نمیپردازن و این هماهنگی و تعادل باعث میشه که طبیعتاً شما احساس بهتری دارین و از نظر روحی هم خیلی خیلی روتون اثر بذاره. علی سوال کرده یعنی حرکات نرمشی، کششی و قدرتی همزمان در یوگا هست؟
بله، در واقع بستگی به نوع یوگا داره. انواع مختلف یوگا داریم. بعضی از انواع یوگا هستن که بیشتر به کششی میپردازن، بعضی دیگه هستن که خیلی قدرتی هستش و شما واقعا عرق میکنید، بعضی ها گرم کننده هستن. به هر حال به نظر من یک کلاس خوب یوگا میتونه مجموعه از همه این سه چیز باشه، و ولی همیشه هم توصیه میکنم که ورزش های قدرتی رو کنار یوگا انجام دادن خیلی خوبه، مخصوصا در هوای آزاد. ممنون. سوال پریسا رو بشنویم. بهترین زمان انجام یوگا در طول روز کی هستش و چه مدت ما یوگا انجام بدیم فایدهش رو تو بدن و ذهنمون احساس میکنیم؟ بهترین زمانی که میتونید انجام بدین صبح زود و هنگام غروب خورشید هستش، زمانی که انرژی در طبیعت خیلی بالاست و شما این رو احساس میکنین واقعا وقتی که مدت یوگا میکنین. و خیلی خیلی مهمه به هر حال هر زمانی در روز که انجام میدین، این مهمه که شکمتون پر نباشه. اگر غذای خوردین اقلا 1 تا 2 ساعت گذشته باشه ازش. علیرضا سوال کرده چطور با یوگا میشه از شر اخبار بد خلاص شد؟ اخبار بد رو شما به هر حال میشنوین و اینکه بتونید خودتون رو خیلی درگیرش نکنین و نذارین تاثیر روی بدن و ذهنتون بذاره، بله یوگا 100% بهش کمک میکنه. ولی یه چیز دیگه، یه چیز پیشنهاد خیلی شخصیه که من خودم هم سعی میکنم انجامش بدم، اینه که واقعا صبحمون رو با اخبار و موبایل شروع نکنیم. اگر روزتون رو با هوای آزاد، با تنفس عمیق و با یوگا شروع کنیم، طبیعتاً روز خیلی خیلی متفاوتی رو تجربه میکنیم. خیلی ممنون خانم رشیدی، خیلی از سوالا هنوز مونده. ما سعی می‌کنیم برنامه رو ضبط کنیم و قسمت دومش رو فردا پخش کنیم. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام BBC @BBC شما برای ما بفرستید.